سلام، من سهیل مقیمی هستم و اینجا ریتم هستش با موسیقی ایرانی. برنامه امروز رو اصلا از دست ندید. خیلی از ما آهنگ بابا کرم رو در جاهای مختلف خوندیم و باهاش رقصیدیم و شادی کردیم. ریتم امروز درباره شاعر و خواننده این آهنگ حسین همدانیان هستش. استاد حسین همدانیان با نام اصلی حسین خسروی در سال 1302 در تهران متولد شد. نوجوان بود که به کلاس تنبک حسین تهرانی رفت و ساز تنبک رو به خوبی یاد گرفت. حسین عاشق خوندن بود ولی پدرش میرزا آقا با خوندنش مخالفت میکرد. ولی حسین با تغییر فامیلی خودش از خسروی به همدانیان به صورت حرفه‌ای خوانندگی رو هم کنار نوازندگیش شروع کرد. لب لعلتون منام از سر شکره، روی زیبای تو خورشید بود یا قمره. حسین همدانیان عاشق قطعات ضربی و محفلی عامیانه بود. در اون دوران این قطعات در خانه ها و مجالس بزمی خونگی اجرا می شد، ولی حسین با جمع‌آوری اونها و اجراشون در رادیو باعث ماندگاری این قطعات می شد. یکی از مشهورترین این قطعات که اولین بار با صدای حسین همدانیان فراگیر شد، آهنگ مشهور ایار مبارک بادا بود که هنوز هم در عروسی ها خونده میشه. امشب چه شبی، شب مراد است امشب، این خانه همش شمع و چراغ است امشب. بادا بادا مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا، بادا بادا مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا. اما یکی دیگه از آهنگ‌های مشهور حسین همدانیان مشک فروش هستش. این قطعه در سال 1345 ساخته شد و جزو پرفروشترین صفحات گرامافون اون سالها بود و هنوز هم خیلی ها میخونن و باهاش خاطره دارن. ای مش، ای مش، ای مش فروش سر بازار، مجنون مجنون صفتی میگذرد و دست نگه دو، ریزه 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 یارم در میریزه، دستاش دستاش کوچیک و وای کوچیک و نمتونه بریزه، پاهاش 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 کوچیک و وای کوچیک و نمتونه گریزه. ای دست. اما از کارهای جاودان حسین همدانیان بابا کرم هستش. بابا کرم یک ملودی قدیمی محلی بودش که حسین همدانیان اون رو پیدا میکنه و روش شعری مینویسه با مضمون بابا کرم و اون رو میخونه و بین مردم بسیار فراگیر شد. بشنویم بخش هایش رو. هر قدر ناز کنی ناز کنی باز تو دلدار منی، هر قدر رشبه کنی غم تکنی نو گل بیخار منی. این آهنگ رو خیلی ها بعد از حسین خوندن، ولی شاید یکی از معروفترین اونها بابا کرم با صدای ویگن باشه. حالا دیگه جان منی یار منی عشق منی. شاید بتونیم بگیم حسین همدانیان استاد آهنگ‌های روحوزی بود و مردم آهنگ‌های اون رو در محفل و بزم‌هاشون می‌خوندن و شاد می‌شدن، مثل گلپری جون. گلپری جون گمشا قوت جون دورشا آخر چه جور دور بشم، اگر میگی کور بشم دلت میخواد گم بشم، روز با تو مردم بشم خانوم جون. یا آهنگ معروف جیگر جون. یا
آهنگ معروف نفرین نامه مینا که شعر و آهنگ هم از خود حسین همدانیان هستش. الهی بشکنه دست قشنگ مینا، الهی خون بکنه اون قلب سنگ مینا، الهی ازدائی بیاد به جنگ مینا که من راحت بشم از دنگ و فنگ مینا، الهی تیر شید گلاهی زمین ماما. یکی از کارهای جالب دیگه حسین همدانیان الفبا نام داره که بد نیست بخشهای از اون رو هم بشنویم. دل دلدون دلان ندون زاد زندون زنان ندرول ندون زنان ندون واخ الف آ کشیدم من، الف آ کشیدم من به برای تو که تو را میخوام سه ثواب داره جیب جان منی هم حبیب من که خلیل من دل دلبر من ربو دوا مدار با الف اندر انانه، الف اندر انانه، الف اندر انانه به باقالی پخته که ندم هر شب برام دم پختی پخته ای حبیب من ای عزیز من. حسین همدانیان استاد بازخونی شعرهای عامیانه کوچه و بازار بود. مثلا اون موقع توی بازار جنساشون آدم‌ها با آواز می‌فروختن. گرد و فروش‌ها یکی از اونها بودن. آهنگ معروف گرد و فروش رو با صدای حسین همدانیان که با الهام از همین آوازها گرفته شده با هم بشنویم. طریق دار صاحب کمال گل فلات صاحب جمال گردوی یاس و فردم با التماس و فردم نوبرون گرد و تازه بوزگند تازه تازه نوبرون گرد و تازه بوزگند تازه تازه. حسین همدانیان نوازنده تنبک بسیار چیره دست و خوبی بود و در آثار بسیاری از هنرمندان بزرگ کشورمون همکاری کرده و تنبک نواخته، مثل غلام حسین بنان و یا استاد محمد رضا شجریان و در آهنگ افسونگر امین الله رشیدی. نیمه شب از کوی او کردم گذاری هر کناری دیدم از او یادگاری. حسین همدانیان پس از انقلاب از فعالیت خودش باز موند و سالهای آخر عمرش رو در خانه سالمندان در تنهایی عزلت گذروند و در همونجا در سال 1378 دیده از جهان فرو بست. ولی نغمه ها و ترانه های استاد حسین همدانیان در گوش ایرانیان همچنان خونده میشه و تکرار میشه. ریزه 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 یارم در میریزه دستاش کوچیک و وای کوچیک و نفره بریزه تاهاش کوچیک و وای کوچیک و نفره گریزه ای دست و پلو پاک و پلو نظر بما کن عاشق شدم دردم دوام کن عاشق شدم دردم.